السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي ينزل عليه الفرقان العظيم لهداية الأنام من الضلال إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال أيضا, بسم الله الرحمن الرحيم, فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية
وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون فقال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم فينظر أيسر من فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يدي فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة روينا حديثا في الصحيحين سبعة يظلهم المولى بخير ظلال يظلهم في ظله الله يوم لا سوى ظله ظل فهاك مقالي إمام له عدال ومن في عبادتي نشا بالتقى لله إلا بضلالي ومن قلبه يهوي المساجد دائما تعلقه فيها بغير زوال ورجلان في الله الكريم تهاببا بها لافتراق منهما وفصال وإني ورم متصدق نخافا تصدق لم يكن بما أنفقت يمناه علم شمالي وإني أخاف الله من قال عندما دعته ذات منصب وجمالي ومن ذكر الرب المهيمن خاليا ففاضت به عيناه هك مقالي يا خالق ذو الفضل وكرم رحمتك يا خالق ذو الفضل وكرم رحمتك إذا في هر رنج ولم رحمتك سبقت هر صد عذب پہ رحمت کو تیری اپنے تجھے رحمت کی قسم رحمت دنیا میں نہ چین ایک ساعت دیکھا دنیا میں نہ چین ایک ساعت دیکھا برسوں نہ کبھی روزے فراغت دیکھا راحت کا مکان امن کا گھر خانے عیش دیکھا تو جہاں میں گنجے غزلت عزلت دیکھا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله على محمد لو سرايت صلاه صلى الله നമ്മുടെ قلب വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു തരട്ടെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم നേരെ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൈകൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം കൈകൾ സംസാരിക്കുന്നു എപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൈകൾ നേരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദിനം കടന്നു വരാനുണ്ട് പല രീതിയിലുമുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്പകാലവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ ആളുകളുമായി ആശയ കൈമാറ്റം നടത്താൻ നമ്മൾ ആധുനിക ടെക്നോളജി നമുക്ക് നൽകിയ മൊബൈലുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്പകൂടം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
ഒരു വാർത്ത എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. കന്നഡ, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കന്നഡ ശാസ്ത്രലോകം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കന്നഡ ധരിച്ചാൽ നമ്മൾ വിദൂരത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് കാണാനും അയാളോട് നേരിട്ട് ആശയ സംവാദം നടത്താനും കഴിയും എന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കന്നഡക്ക് ശാസ്ത്രലോകം അതിന് ജന്മം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലും അത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടാനും പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതേറെയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ പോക്കറ്റുകളിലും എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങളിലൂടെ കാലികമായ വിഷയങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, അവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്രേ. അവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ, നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സ് തിന്നതുപോലെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചാൽ മതി. ആ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് സഹോദരങ്ങളുമായി ആശയം കൈമാറ്റം നടത്താനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ലോകത്ത് കടന്നു വരാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, പറക്കുന്ന ബൈക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പത്രത്തിൽ. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും അവനെ സഹായിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾക്ക് ശാസ്ത്രലോകം ആ വിഷയകമായി പഠനം നടത്തി ജന്മം നൽകാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം പാപ്പരാകാനിടയുണ്ട്. പെട്രോളുകൾ അമിതമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലെന്ന് പറയുന്ന പരാതിക്ക് അന്ത്യമാകും. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ മനുഷ്യന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയേക്കാം. അതിനൊരു പക്ഷേ ഏറെ കാലം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ, നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന കണ്ണടകൾ എല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യുഗത്തിന് മനുഷ്യൻ തന്നെ തുടക്കമിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഹബീബായി നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പോയത് നമുക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു രംഗമാണ്. കേൾക്കണേ, കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ ദണ്ഡിനെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യലോകത്തോടാണ്.